درود بر شما، سیامک دهقانپور هستم. در یک شنبه هفته شهریور 1400 به ویژه برنامه صدای آمریکا، کرونا در ایران از فروپاشی تا فاجعه، خوش آمدید. داده های دانشگاه جانز هاپکینز ایالات متحده نشان می‌دهد که ایران از نظر درصد جمعیت کاملا واکسینه شده در جهان در رتبه 115 و پایین‌تر از امارات، قطر، اسرائیل، ترکیه، عربستان و لبنان قرار دارد. همطور که می‌بینید این اطلاعاتی است که از وبسایت جانز هاپکینز به دست آمده و ایران رو در این وضعیت نشان میده. از نظر مرگ در هر 100 مورد ابتلا به کرونا، ایران در رتبه 8 جهان است. بنابر آمار دولت جمهوری اسلامی، در یک ماه گذشته حدود 15,000 نفر در ایران در اثر کرونا جان باختند. بسیاری در ایران میگویند آمار واقعی مرگ و میر چند برابر است. برای گفتگو با دکتر امیرحسین گنجبخش، پژوهشگر ارشد و رئیس بخش فوتونیک در انستیتوهای ملی بهداشت آمریکا، درباره ساخت دستگاه‌های تشخیص ابتلا به کرونا به محل کار او در NIH در بتزدا در ایالت مریلند رفتیم. در این یک سال و نیمه گذشته ما اخبار زیادی از فناوری‌ها و نوآوری‌های در مورد این تستای آزمایش تشخیص کرونا شنیدیم. چطور اینا به این سرعت اتفاق افتاده در این زمان کوتاه؟ بله، یک پروژه به وجود اومد به نام ردکس که این رو کاخ سفید در اون دوران راه انداخت و مسئولیتشو به مرکز ما واگذار کرد، NIH. اساساً به این صورت بود که حدود 1.5 میلیارد دلار پول گذاشته شد که به ایده هایی که سرعت زیادی برای تستینگ یا برای اندازه گیری میزان پیشرفت بیماری کووید هست رو بیان ارائه بدن. در دور اول 3,000 پیشنهاد اومد که از این تعداد 716 تا برای بازبینی انتخاب شد. از اون تعداد 140 تا برگزیده شدن و در آخر 33 تا از اینها که میتوان گفت مجموعه ای از ستارتاپ ها بودن به اضافه شرکت های کوچک و به اضافه شرکت های بزرگ. از این مجموعه خب همین تستی بیرون اومد که امروز شما میتونید در داروخانه بخرید. و یه نکته جالب این تست هم اینه که شرکتی که اینو درست کرد، شرکت ایلومی، شرکت در حال ورشکستگی بود پارسال و بعد از اینکه این تست آزمایش شد به صورت بسیار دقیق، 500 میلیون دلار فروخته شد به یکی از این شرکت‌های بزرگ. یک بخشی که وظیفه‌اش به عهده ماها گذاشته شد با توجه به سابقه‌ای که داریم، آیا این امکان هست که دستگاهی به وجود بیاد که این دستگاه فقط بالینی نباشه، بلکه دستگاهی باشه مثل اپل واچتون که شما میذارید به بدن و این با اندازه‌گیری پارامترهای تنفسی که خب میدونیم این بیماری تنفسیه و با استفاده از هوش مصنوعی، چون باید این دستگاه رو به اصطلاح ترینشون کرد، از این طریق بشه هم پیشگیری کرد هم پیشرفت بیماری رو اندازه گرفت. این دستگاه که ما داریم روش کار میکنیم روی سینه است. و میریم به ما نشونش بدید که چطور کار میکنه. اینجا اون چیزی که بهش میگن یک میز نوری و این همجور که نگاه میکنین شیوهش به این صورتی که تمام ارتعاشات رو به خود جذب میکنه تا بتونه به صورت دقیق اندازه گیری بکنه. از اینجا خب تستینگ اولیه رو ما اینجا صورت میدیم تا بفرستیم به مرکز تولید و اون مرکز تولید برای ما اون دستگاهمون رو به وجود بیاره. یک دستگاهی که حرکت‌های مختلف رو با فرکانس‌های مختلف میتونه اندازه بگیره. اهمیتش در کاری که ما میکنیم اینه که بدن ما فرکانس‌های مختلفی رو تجربه می‌کنه، تنفسمون با ضربان قلبمون و وقتی بیمار میشیم، وقتی که تون تون نفس می‌کشیم یا میزان
این نفس کشیدن رو داریم اندازه میگیریم، احتیاج داریم که این رو با دقت بدونیم. و این در 12 پارامتری که ما اندازه خواهیم گرفت برای بیماری های تنفسی اهمیت داره، چون هرچه ریه‌مون دچار مشکل شده باشه این نوع تنفسمونم متفاوت میشه. دو تا نسل مختلف از این سنسور هست. نسل اوله که خب مهمترین پارامتری که ما بهش اهمیت میدیم یعنی میزان اکسیژنی که در ریه داره مصرف میشه رو اندازه میگیره. این نسل اوله که به شما نشون خواهم داد. نسل دوم که بسیار پیشرفته تره، هم بلوتوت هم سنسورهای مختلف داره، از جمله دماسنج مخصوص داره که پایین تر از سطح پوست اندازه میگیره. میزان سنسورهای اکسیژنش یعنی میزان طول موجا بسیار بیشتره. و بعد اکسلرومتر داره، یعنی نحوه تغییر و تحولی که شما نفس میکشید رو اندازه میگیره. کار نهاییش اون زمانی که تمام این پارامتر رو جمع میشه و این به یک برنامه هوش مصنوعی داده میشه که خانم دکتر دشتستانی مسئولیت انجام این مثل الگوریتمشو داره. و از اونجا هستش که این امکان رو به وجود میاره که همچی دستگاهی رو در منزل، در خانه، در سر کار، همه جا داشته باشید. هم جنبه پیشگیرانه داره، هم نگاه کردن به تغییر و تحولات یک بیماری از طریق خوشبختانه شیوه های جی پی اس و غیره اینا میتونه مستقیما به دکتر شما وصل شده باشه و این اطلاعات رو نشون بده. ایشون هم خانم دکتر تین نگوئن هستن که بخش مهندسی این کار رو انجام دادن. خب اینجا این سنسور گذاشته شده در حالت طبیعی. شما میزان اکسیژنیشن خون رو میبینید، یعنی هم اون هیموگلوبینی که اکسیژن داره هم هیموگلوبینی که اکسیژن نداره، یعنی اون خونی که در وریدها هست و یا در شریانها جریان داره رو میبینید. و همجور هم که نگاه بکنید این سینوس هایی که بالا پایین میره این نشون دهنده ضربان قلبم هست. الان فکر کنم دکتر دسترسانی دیگه نفسش رو نگه داشته، همجور که دیدید این میزان به سرعت اومد پایین. حالا دوباره نفس داره میکشه و این دوباره برمیگرده به لول بالا. و این میزان اکسیژنیشن به ما در اصل نشون میده که آیا بیمار احتیاج داره با اکسیژن یا نه. همجور که میدونید موضوع اکسیژن یکی اساسی بود. یکم تونتر پیجان نفس بکی تون میبینید این فرکانس ها کاملا داره عوض میشه. میبینید این بامپا همینجور داره عوض میشه، تون داره میشه. اینجا میبینید سرعت اینجا بامپا با این فرکانس، اینجا بامپا با این فرکانس عوض میشه. حالا میزانش هم مهمه که این چقدره. سه خواهرونی که وظیفه پیشبرد این مسئله رو به عهده داشتن که همین مرکز عنایت که بخش تحقیق بود، FDS که اطمینان از اینکه آیا اینها ایمنی کافی رو داره، و CDC که مسئولیت دقیقاً کنترل این اپیدمیولوژیشو ببینه چند تا بیمار داریم، به چه دلیل بیماران و غیره. این سه تا با وجودی که زیر یه سقف هستن ولی سه مرکز متفاوت هستن با سه رئیس متفاوت و هر کدوم وظیفه خودشون رو انجام میدن. از این مثلث یک قدرت دیگری در اینجا وجود داره که اونم رسانه‌ها هستن مثل شما.
که مراقبت میکنن، مو رو از ماست میکشن، کسی دروغ بگه، کسی زیاده روی بکنه، راستشو نگه و میدونید که چه بلایی ممکن شد. هیچ کدوم از این ابزار رو در ایران متاسفانه نداریم و این فاجعه که به وجود اومده دقیقاً حاصل این موضوعه. دولت، جامعه بهداشتی و بخش خصوصی با توجه به اینکه از دولت خبری نیست، جامعه پزشکی و بخش خصوصی باید یک برنامه بسیار کامل، از جمله حتی اتاق بازرگانی و غیره، اینا آدمایی هستن که چون به دولت زیاد وابسته به اون معنی نیستن، وطن پرستن، ایران رو دوست دارن و میتونن نقشه راهی بریزن که این نقشه راه در وهله اول مسئله واکسیناسیون در ایران حل بکنه، چون همه چی از اون طریق میگذره که از مرگ و میر بیشتر جلوگیری بشه، بلکه کوشش اساسی بشه که اون پولی که مصرف میشه به اون واکسن هایی داده بشه که از نظر سازمان بهداشت جهانی و غیره این اثرگذاریش بیشتر شده. آقای خامنه ای 6 ماه پیش میگه که ما واکسن خارجی وارد نمی کنیم، امروز مجبور میشه جام واکسن بخوره و بگه که باید وارد کرد و این فشار باید دائمی باشه. آقای دکتر خیلی ممنون، محبت خیلی بخش گذاشتیم.